من پارسال برج 4 به طور ناگهانی دید چشم سمت راستم تار شد، دو بینی داشتم، کمر به پایینم سر شد، کلن پاهام سر شدن. مراجعه کردم اول به چشم پزشکی برای چشمام. چشم پزشکی گفت باید بری دکتر مغز و اعصاب ببیند. مراجعه کردیم به دکتر مغز و اعصاب. دکتر در من گفت که نوار چشم اول ازم گیره، بعد گفت باید امارای بدی. من امارای دادم، جواب امارای رو آوردم برای دکتر. این امارایی که 6 ماه گذشته من دادم، جوابش رو آوردم برای آقای دکتری در اصفهان، الان اسمش هم نمیارم، و چکش کرد. در اومد گفت که بی ملاحظه هم گفت شما دچار یه بیماری سربالعلاج شدینه، با بیماری ام اس سرکار داشتینه، میشناسینش؟ گفتیم نه نمیشناسیم بیماری ام اس. گفت یه بیماری سربالعلاجه ولی جای نگرانی نیست، ما با یه سری آمپولا و قرصا کنترلش میکنیم. و ما هم قبول کردیم، ولی شوک خیلی زیادی به من و خانمم وارد شد واقعا که من همچین بیماری رو گرفتم تو اوج جوونی. شروع کردیم یه سری آمپولا برای من نوشت، آمپولای کورتونی بود، 6 تا بودن. شروع کردیم آمپولا رو زدن، روز اول، روز دوم، روز سوم، روز هر روز یک دونش رو داخل سرم من تزریق میکردم، تا اینی که حالم روز به روز بدتر شد، خیلی حالم بد شد. یعنی به مرحله رسیدم که نمیتونستم با بچه‌هام، اصلا بچه‌هام رو بغل کنم، نمیتونستم با کسی صحبت کنم، همش یه جا درازکش نشسته بودم، نمیتونستم کاری انجام بدم. من دوتا پسر دارم، یه پسر 2 ساله، یه پسر 5 ساله. واقعا با هم رفیق بودیم، بازی میکردم، این ور ببرشون، اون ور ببرشون، ولی نمیتونستم دیگه کاری انجام بدم، نمیتونستم با خانواده بشینم، نمیتونستم کارام انجام بدم. از اون طرف دکتر با گفتن اون حرفش استرس خیلی زیادی به من وارد کرد، بیماری سربالعلاج. از این طرفم ناتوانی خودم رو هر روز میدیدم، واقعا فشار خیلی زیادی به من و خانواده‌ام وارد شده بود. تا اینی که پسر عمم آقای صالحی پور، من خیلی تشکر میکنم ازشون، ایشون آقای دکتر وزیری تبار رو به من معرفی کرد و گفت آقای دکتر وزیری تبار خواهر دوستشون رو که ام اس داشته، به مدت 8 سال 9 سال بیماری رو داشته، درمان کرده، به طور قطعی درمانش کرده، خیالت راحت باشه و بیا برو زیر نظر آقای دکتر وزیری تبار. منم از طریق خانم کریمی با آقای دکتر وزیری تبار صحبت کردم. هنوزه یادم نمیره، با یه بغض، با یه ناامیدی خاصی به آقای دکتر وزیری تبار زنگ زدیم و صحبت کردیم. آقای دکتر گفت جایی هیچ نگرانی نیست، شما آرزتون رو چشمتونه، من قول میدم با یه دوره دارو شما رو درمان بکنم. واقعا با حرف آقای دکتر یه امیدی دوباره داخل ما رشد کرد، چراغ خونمون روشن شد، فقط با حرف آقای دکتر که در اومد گفت من خوبت میکنم، خیالت راحت باشه. من اقدام کردم برای گرفتن دارو، یه 1 ماه و نیمی زمان برد تا داروها به دست من رسید. خانم دکتر عبتهی از امریکا به من زنگ زد، دکتر رژیم بود، بعد از طریق خانم دکتر آقای علی خانی رو به من معرفی کرد. تشکر میکنم از آقای علی خانی، ایشون یه سری رژیم برا من فرستاد که همراه داروها باید رعایت میشد. منم شروع کردم رژیم و کلن سفت و سخت رژیم رو گرفتم و داروهام هم مرتب سر ساعت مصرف میکردم. نحوه مصرفشونم بعد از صبحانه، بعد از نهار و بعد از شام بود. ما شروع کردیم داروها رو خوردن. بین 1 ماه تا 3 ماهی که داشتم دارو مصرف میکردم، یه سری آرزه ها داخل وجود من رشد کرد. من چشمام به مدت، اگه آقای دکتر یادشون باشن، چشمام به مدت تقریبا 10 ثانیه 15 ثانیه کلن رفت، یعنی ندیدم جایی رو یه لحظه. همون موقع ساعت تقریبا 12 شب بود، با آقای دکتر من زنگ زدم، به وقت ما زنگ زدم و با یه ترس و با یه حالت نگرانی خاصی با آقای دکتر گفتم آقای دکتر چشمام اینجوری شده،
آقای دکتر به من گفت اصلا نگران نباش پسرم، اصلا نگران نباش، این داروها اثر خودشونه دارن میذارن، اینا یه سری عارضه که به بدنت وارد شده. بعد از اون من وقت و بی وقت خیلی مزاحم آقای دکتر وزیری تبار شدم، خیلی واقعا وسواس شده بودم روی بیماری، مرتب زنگش میزدم آقای دکتر پام اینجوره، آقای دکتر سرم اونجوره، آقای دکتر چشمم اینجوره. و واقعا از آقای دکتر وزیری تبار تشکر میکنم، وقت و بی وقت جواب تلفن ما رو میداد و واقعا آقای دکتر دستتون رو میبوسم، با صحبتات واقعا آروممون میکردی، واقعا انرژی میدادی، انرژی مثبت. تشکر میکنم از آقای دکتر. تا اینی که داروها به ماه چهارم به ماه پنجم رسید، دیدم کلن قسمت کمر و پایینم که سر بود کامل خوب شد، هیچ عارضه‌ای نداشتم. اون توانایی، اون خستگی که در من ایجاد شده بود و نمیدونستم کارهای شخصی خودم رو انجام بدم، کلن خستگیم برطرف شد و نرمال شدم. روز به روز چشمم بهتر شد، تا اینی که داروام تموم شدن. داروام که تموم شدن دیدم عارضه‌ای ندارم، خدا را شکر خوب شدم. با آقای دکتر زنگ زدم، آقای دکترم داره ما گفت برو یه امارای بده و من رفتم امارای دادم. این اماراییه که من تو هفته گذشته دادمه، اگه داخل تصویر ما رو ببینین، هیچ بلاکی چیز خاصی داخل سر من نیست. جوابشو فرستادم برای آقای دکتر وزیری تبار. حالا اگه بخوام مقایسهش بکنم با هم، این امارایی که 6 ماه گذشته دادم، این امارایی که 10 روز گذشته دادم بعد از مصرف داروهای آقای دکتر وزیری تبار. حالا اگه ببینین تو تصویر ببینین خودتون متوجه میشین. و در کل خوب شدم. جا داره اینجا اول شکر خدا میکنم، بعد از آقای دکتر وزیری تبار خیلی تشکر میکنم. جا داره اینجا از تمام عزیزانی که کمکم کردن، دلگرمی بهم دادن، در کنارم بودن، درکم کردن تشکر کنم. بالخصوص خانم مهربونم، واقعا دستشو میبوسم، واقعا یه تکیه‌گاه بزرگی بود. یعنی بعد از آقای دکتر وزیری تبار که به من انرژی میداد، به من امیدواری میداد، خانمم دومین کسی بود که صبح بعد از صحبت آقای دکتر به من انرژی میداد و اصلا نمیذاشت من انرژی منفی بگیرم، اصلا نمیذاشت استرس بگیرم. واقعا تشکر میکنم از تمام عزیزانی که کمکم کردن، علی خصوص خانمم، بازم ازش تشکر میکنم. آقای دکتر ما خیلی دوستتون داریم، دستتون رو میبوسیم، هم خودم، هم خانمم، هم دوتا بچه هم، واقعا دوستتون داریم. بچه هم واقعا وقتی که کانال ITN شما رو نشون میده یا تکرار برنامه تون رو نشون میده، میدونم میگم بابا بودو دکتره، بابا بودو دکتره. یعنی واقعا بچه هم میشناسن، دوستت دارن، خیلی عزیزی واسه ما. و جا داره اینجا از تمام عزیزانی که به این بیماری مبتلا هستن بگم که هرچی سریعتر میتونن با آقای دکتر مراجعه کنن برای بهبودیشون، برای سلامتیشون. آقای دکتر من در اصفهان هستم، هر مریضی، هر کسی که این بیماری رو داره خواست منو ببینه، امارای رو ببینه یا صحبتی با من کنه، از طریق آقای دکتر وزیری تبار میتونه با من تماس بگیره، هیچ مشکلی نداره، منم بتونم یه کمکی بکنم به تمام بیمارا. و انشالله روزی برسه که ما هیچ بیماری نداشته باشیم. از تمام عزیزان تشکر میکنم، تمام کسانی که کمکم کردن. من خیلی خوشحالم، واقعا خوشحالم، واقعا یه معجزه‌ای شده. بازم تشکر میکنم. جا داره اینجا که از پدر خانمم، مادر خانمم، واقعا اینا خیلی کسانی بودن که کمکم کردن، در کنارم بودن، تشکر کنم. از تمام عزیزان حرفی برام نمیاد. آی دکتر دوست داریم، خیلی دوست داریم، امیدواریم یک عمر جاودانه داشته باشی و حالا به بشریت ایران بالخصوص خدمت بکنیم و تمام عزیزان بپذیرن این قضیه رو که هیچ کاری نشد نداره، هر کاری رو میشه انجام داد، هیچ دری بسته نمیمونه. توکل بر خدا.
یا حق. بله، صحبت‌های قشنگ این بیمار جوان رو آقای سالاری رو گوش کردیم. فقط من خیلی دوست داشتم بگن که آیا این امارای رو بردن پیش پزشک مالجشون که روز اول اینقدر ایشون رو شاک کرد و اینقدر به هر حال ایشون رو ناامید کرد، آیا بردن؟ حالا دیگه نمیدونم شما با ایشون صحبت میکنم. من با من صحبت که من بهش گفتم گفتم ببر دکترت ببینه، گفت من اصلا دیگه به دکتر ایران نمیخوام مراجعه کنم، مثلا کاری با دکتر ایران ندارم. گفت برای اینکه ایشون منو ناامید کرد، منو غم زده کرد، واقعا شوک بهش داده بود. بله. دکتر، و وقتی من امارای کردم، خود پزشک رادیولوژی به من نشون داد که هیچی تو سر من نیست. بله. خودم هم که میبینم هیچ مشکلی ندارم، خیلی سرحال و خوبم. با قبلی هم مقایسه کرد، اگه دیدید دو تصویر نشون داد، در تصویر قبلی پر از پلاک بود و تصویر جدید هیچی وجود نداشت. درسته. میگه وقتی خوبم اصلا دوست ندارم دیگه منفی باشه و برم اونجا، اون بخواد یه چیزی بگه و من حوصله شنیدن حرفای اضافه رو ندارم. الان خیلی خوشبخت و سرحال و خوب و هیچ مشکلی هم نداره. بله، و خودشون هم در صحبتاشون عنوان کردن که هر کسی چه در اصفهان چه در هر شهر دیگه هست، اگر مایل بودن تلفن و مشخصات رو از آقای دکتر و همکارانشون میتونن بگیرن، تشریف ببرن، از نزدیکیشون رو ببینن، امارای ها رو قبل و بعد رو ببینن، و به هر حال یک شخصی که سندیت داره و در منزلش هست میتونن برن و با ایشون صحبت بکنن و بعد تصمیم گیری بکنن. این رو همیشه در برنامه هایی که آقای دکتر دارن عنوان میشه، چه به صورت تلفنی چه به صورت فیلمی که برای آقای دکتر میفرستن، و دیگه چیزی دیگه بهتر از این برای کسانی که بله. مردد هستن بله. وجود نداره. بله. در صحبتاشون اگر دقت کردید یه جا صحبت از این کردن که البته لطف داره، وظیفه من هست که جوابگوی بیمارم باشم، گفتن که وقت و بی وقت زنگ میزدن، میشد شاید نصف شب میشد زنگ میزدن زور هر موقع، و خوشبختانه میتونستن با من ارتباط برقرار کنن و مشکلش رو میگفت. بله. به عنوان مثال همین دیدش که دچار مشکل شده بود اینطور خیلی نگران بود. بله. بهش گفتم که اینها زمان میخواد اینا برطرف شه. بله. یعنی به مرور و آهسته آهسته این عوارض یا این علائمی که داری صحبت میکنی اینا میره، نگران نباش، سیستم سلولای بنیادی در بدن تو دارن کار خودشون انجام میدن و انجام هم دادن. بله. و دیدیم هم نتیجه چی بود. من این همینجا میخوام به خیلی از بیماران بگم، من باور کنید شاید در روز 10 مورد در مورد بیماران MSمون تلفن دارم. باز یه پرانتز باز کنم و گفتم اون دفعه ما از سالی که در اینجا شروع کردیم در خدمت شما بودیم، از 8 سال پیش یه چیزی بوده 12,000 بیمار داریم پرونده. بله. حدود 3,000 بیمار در حال حاضر تحت درمان هستن. بله. از 1-2 سال قبل تا کنون، و اینها خب بالاخره مرتبا با من در تماس هستن. خدا بهتون صبر بده. واقعا سخته، واقعا مشکله، واقعا مشکل. وقتی که من با این عزیزان صحبت میکنم میگه آقای دکتر مثلا من 3 ماه فلان ناراحتی هم دارم، اینجوری هم تغییر نکردم. میگم صبر کنید، یکم صبر کنید. مسئله صبر یکی از مهمترین مسائله. ببینید مسئله درمان با سل بنیادی درمان لحظه ای نیست. یکی از مطالبی که با یکی از بیماران صحبت میکردیم خیلی مطلب مهمیه، مسئله این نوع درمان از طریق تزریق سلول بنیادیه. بله. که اون بیمار میگفتش که یکی از بستگان رفته این کارو کرده، متاسفانه دچار کنسر شده، اینطور شده، خیلی مشکل. گفتم بله، برای اینکه یه مرتبه میخوان 400 تا 500 میلیون سلول بنیادی رو وارد جریان خون تو بکنن. خب این خطر آفرینه. بله. ولی کاری که ما میکنیم آهسته است، بطئیه، آهسته آهسته انجام میشه، اما درست انجام میشه. بله. اگه یادتون باشه اون حکایت قدیمی بود که یه خرگوشی بود که با یه لاک پشتی مسابقه میدن از نقطه مثلا الف برن به نقطه ب. در این مسابقه که قرار بوده برن، خرگوشه میگه خب این لاک پشته خب من که میبرم که. یه ذره میره میگه بابا من استراحتی بکنم، حالا این لاک پشته بذار بره. خوابش میبره، لاک پشته هم میاد از بینم رد میشه، میره آخر سرم لاک پشته اول میشه. بله. بله. این مثال برای اینه که
انسان ها در زندگیشون بعد اینو بدونن کار یهویی یه دفعه ای فایده ای نداره. بله. کار باید آروم آروم انجام بشه. درست. یعنی کار اگر بخواد ریشه ای باشه یه عمری شما رو از مشکلات نجات بده، درمان قاطع بگیرید، آهسته آهسته، عجله نیست، یه ماه، دو ماه، شیش ماه، یک سال، یک سال و نیم، در بعضی ها دو سال و نیم طول میکشه. بله. یه چیزی نیستش که ما بگیم فوری دو ماه دو روزه الان درست میشه. اگر من این ادعا رو بکنم این غلطه. این ادعا خب اگر دلیل بر این بود که خب شما دوره های یک ماه، دو ماه، سه ماه میذاشتید، خب اومدید بله. دوره شیش ماهه گذاشتید. دقیقا. و بعضی ها چند دوره شیش ماهه باید استفاده بکنن. دقیقا همطوره. ببینید خب آقای سالاری یه امسی داشت که زیاد تازه شروع شده بود، زیاد مسئله حادی نداشت، جوان بودن، جوان بود، خب زود نتیجه گرفت تو این دوره شیش ماه. بله. ولی 90% بیماران ما سالهای طولانی دچار این بیماری هستند، عوارض بسیار زیادی دارن و نیاز به درمان در طول زمان بیشتری دارن. درست. که ما داریم این کار برایشون الان انجام میدیم. بله. نگران نباشن. البته میگم باز نوع ام اس خیلی مهمه. درست. من بارها راجع بهش صحبت کردم. الان میخوام از اتاق فرما خواهش کنم اگر امکان داره فیلمی که مربوط به ام اس هست، فیلم ویدئویی رو نشون بدن که من راجع به این نوعش توضیحی بدم و نحوه کارش. بله. تا باید برگردیم بقیه صحبت رو بکنیم. هر وقت فیلم آماده بود پس ما انواعش برامون مهمه. نوع 1، 2، 3، 4، نوع 1 و اصطلاحا ما بهش میگیم که عود کننده به اصطلاح ثابت، نوع 2 رو بهش میگیم پیشرونده اولیه، پیشرونده ثانویه. بله همین فیلم، اگر این فیلم رو بیارن رو پرده من راجبش صحبت خواهم کرد. مرسی. بله بله بله. ببینید اینجا در مورد تشخیصش، نوعش، همه اینا توضیح میده. من بارها این فیلم رو نشون دادم. در زنها و آقایون هر دو گرفتاری ام اس وجود داره. در خانمها بیشتره، تقریبا 2/3 به نسبت 2/3 1/3 است. از نظر تشخیصی مدارک زیادی لازمه، بررسی‌های زیادی لازمه که فرد رو ما تشخیص بدیم بیماری ام اس داره. علائم بی‌حسی اندام ها، گزگز شدن، نامنس شدن انگشتان، حالت تاری دید، عدم تعادل، سنگینی پا و این مسائل، اینا جز علائمی است که ما رو سوق میده به این طرف که نکنه بیمار ام اس داره. باید یه سری چیزایی رو به قول ما پزشکا رول اوت کنیم، یعنی رد کنیم. برای همین آزمایش خون میدیم. آزمایش خون برای این ام اس نیست، برای اینکه بدونیم که بیماری دیگه نیست. ولی بهترین روش به اصطلاح تشخیص بیماری ام اس MRI هست، یعنی Magnetic Resonance Imaging، تصویر برداری مغناطیسی که وسیله مغناطیس انجام میشه، که حدود 30 خورده ساله که این تشخیص اومده در دنیا این دستگاه و نشون میده. اون عکس نگاه کنیم، دو نقطه سفید، دو نقطه ای که پلاک ایجاد شده. پلاک به اصطلاح یعنی خوردگی غشاء خارجی عصب که میلین ما بهش میگیم. در نهایت در بعضی ها اگر این پلاک ها دیده نشد و ما نتونستیم تشخیص بدیم که این فرد آیا واقعا امستار یا نه، که مایه نخاعی رو بررسی کنیم. حالا این چهار نوع رو همونطور که در صفحه تلویزیون میبینید، نوعهای عود کننده ثابت، پیشرونده ثانویه، پیشرونده و عود کننده پیشرونده هست. حالا اگر ما نوع 1 رو بگیم که 80% بیماران ام اس دچار این نوع، مثل آقای سلاری که نوع خیلی خوبیه، عود کننده ثابته، یعنی مریض میشه درمان میکنه دوباره حالش خوب میشه، مریض میشه درمان میکنه دوباره حالش خوب میشه، بدتر از اون چیزی که هست نمیشه. درسته حمله بهش دست میده ولی بعد از حمله بهتر. ولی در نوع سکندری پروگرسیو که یکی از نوعهای خیلی خوبش نیست، اولش یکی دو بار مثل نوع اول حمله دست میده خوب میشه و بعد دیگه بیماری به طور آهسته پیشرفت میکنه. در نوع سوم پیشرونده اولی اصلا تشخیصش هم خیلی سخته، برای اینکه یه مرد اصلا حمله ای نیست ولی ما متوجه میشیم بر اثر حالا اتفاقی که بر بیمار میفته، MRI میکنیم متوجه این مطلب میشیم. در نوع چهارم یعنی پیشرونده عود کننده، یعنی این خیلی نوع بدیه، یعنی عود میکنه، پیشرفت میکنه، دوباره بدتر میشه، دوباره عود میکنه، حمله دست میده، دوباره بدتر میشه. این چهار نوع ام اس که خیلی از بیمارا ما نوع سکندری پروگرسیو هستن، پیشرونده ثانویه که نوع سختی از درمانش.
میگن نظر درمانی خب داروهای هست به بیمار میدن و نوعش مهمه، امارایش نتیجهش چیه، این همه اون پروتکل درمانی رو برای بیمار تشکیل میده. حالا اگر برگردیم به استودیو که من توضیحات بیشتری رو بله ببینید، پس ما متوجه شدیم که MS یه بیماری یه نفر نیست. باور کنید نه تنها چهار نوع مختلفه، یعنی نوع حالا پیش رو باز تکرار میکنم، نوع عود کننده ثابت، نوع پیش رونده ثانویه، نوع پیش رونده اولیه، نوع عود کننده پیش رونده، چهار نوع اصلیه. ولی علاوه بر این سن بیمار چقدره؟ چند سال دچار این بیماریه؟ چقدر عارضه براش ایجاد شده؟ همه اینها به اصطلاح اون زمان درمان درصد بهبودی رو در مقطعی از زمان تشکیل میدن. بله. اینجوری نیستش که همه بیماران ام اس در یه مقطع زمانی یک جور و یک فرم خوب بشن، اینطور نیست. دقیقا. فرق میکنه، یکی 6 ماه، یکی 1 ساله، یکی 2 ساله، عوارض فرق میکنه، علائم فرق میکنه. باید تحمل کنن، باید صبر کنن، اگر میخوان نتیجه بگیرن باید صبر کنن. زمان ما احتیاج داریم، زمان احتیاج داریم که آهسته آهسته جلو بره و به اون نقطه‌ای که از درمان می‌خوایم برسیم. بله. یک مرتبه باز تکرار می‌کنم، یه کار یه مرتبه‌ای اصلا کار درستی نیست. درست. بعد آهسته آهسته انجام شه. بله. سوالات زیادی در این مورد میشه در مورد بیماری ام اس از من، چه بیمارانی که می‌خوان جدیداً ثبت نام کنن، چه بیمارانی که تحت درمان هستن. من جمله مسئله رژیم غذایی رو میگن. بله. رژیم غذایی چیز لازمه. بله. برای که اصولاً نوع تغذیه یا اصلا از تغذیه بگذاریم، بگیم لایف استایل زندگی فرد، نوع زندگی فرد در بیماران ام اس، در بیمار پارکینسون، در بیمار روماتیسم، در آدم عادی اینا متفاوته. بله. مثلا فرض بکنید به عنوان مثال یک بیمار ام اس از نظر تغذیه‌ای باید موادی رو انتخاب بکنه که توش ویتامین های زیادی غنی شده هست. بله. مثل مثلا ویتامین D3، ویتامین B، اینا چیزایی که باید حتما توی اون سیستم باشه. بله. یا وقتی ما این محصولات رو میدیم که اینا سلولای بنیادی رو آزاد میکنه، یه چیزی رو که نباید از آن فراموش بکنن، من بارها در تلویزیون گفتم، سلول های بنیادی وقتی میخوان فعالیت خودشون رو آغاز بکنن، دو تا ماده باهاش منافات داره، حالا نه خیلی ولی اقلا 10% رو تکثیر و رشد سلول بنیادی و اثرگذاریش اثر میذاره. بله. همون 10% هم خب باید هم رعایت کنه. درست. اون هم گوشت قرمز و لبنیاته. بله. چرا؟ برای که گوشت قرمز حاصل سوخت گوشت قرمز اسید اوریکه، یوریک اسید. اسید اوریک منافات داره با تکثیر سلولای بنیادی. بله. و لبنیات حاصل سوختش اسید لاکتیکه. اسید لاکتیک باز منافات داره، یعنی لاکتوز. بله. مورد نظر. به همین خاطر بعضیان پیشنهاد میکنیم الان در حتی در ایران، در همه کشورهای دنیا الان لبنیات بدون لاکتوز وجود داره، شیرن بدون لاکتوز، پنیر بدون لاکتوز، من اطلاع دقیق دارم در ایران. بله. وجود داره. در ایران هم هست. بله بله بله. اوکی. هست. پس میتونن اونا رو. بله. لاکتوز فری رو استفاده کنن. دقیقاً لاکتوز فری. بله. یعنی بدون لاکتوز رو هیچ مشکلی نداره، هر چقدر دلشون میخواد شیر بدون لاکتوز بخورن. بله. هر چقدر دلشون میخواد پنیر بدون لاکتوز بخورن، اصلا اینا مهم نیست. درسته. ولی سعی کنن شیر و پنیر معمولی استفاده نکنن، سعی کنن گوشت قرمز، حالا یه موقعی که حواس میکنه میگه تو 6 ماه یه سال، حالا یه دفعه دو دفعه هم عیبی نداره. بله. ولی نه اینکه دیگه هر هفته تو رژیم غذاییش گوشت قرمز باشه. بله بله. چیز خوبی نیست. بله. مرغ و ماهی اوکی، عالیه، فوق العاده است، چون اصلا اسید اوریک نداره. بله بله. ببینید حالا من یه تیکایی رو میگم ولی اصل اینا رو خانم هفته‌ای که متخصص تغذیه هستن برای بیماران توضیح میدن وقتی باشون مشاوره میکنن و بعد رژیم غذایی رو آقای علی خانی در ایران به صورت تایپ شده در اختیار اون عزیزان میذاره. بله. اونا میدونن چه رژیمی رو بعد اجرا بکنن. چه گروه خوبی رو تشکیل دادید آقای دکتر، از اینجا شما به اصطلاح معرفی میکنید خانم دکتر ابتهی رو، بعد آقای علی خانی در ایران، کسانی که تلفن رو جواب میده، یه گروه منظم و مرتب و که کار رو به نحو احسن دارن انجام. واقعا ممنون از این که گفتید، یه واقعیتیه. من به شما بگم من واقعا از تمام گروه این کمپانی تشکر میکنم. ببینید من همیشه در جملاتم میگم ما، نمیگم من. درسته. برای اینکه ما همه باید کار بکنم، من یه نفر که تنها نیستم. درسته. ببینید
هم من خوب شد اینجا من یه اشاره بکنم، انقدر این کار دقیقه، یعنی ما اینجا خانم هفته تغذیه رو برای بیمار محاله به بیماری زنگ نزنن، بله، و براشون نگن که چی مفصلا صحبت میکنن و بعد از صحبت ها و بررسی ها میگن شما با این شماره با آقای علی خانی در ایران تماس بگیرید و برگه خودتون دریافت کنید. بله. شون هم برگه رژیم تایپ شده منظم براشون ارسال مفهوم بگید. مفهوم خیلی کامل. این یک تایپ شده است، دستخط هم نیست. بعد فرض کنید حالا میخوام مراحل رسیدن یک محصول به دست یه نفر رو بهتون بگم. اول مشاوره انجام میشه، بعد من معرفی میکنم اون فرد رو مثلا به خانم کریمی که مسئول امور مالی ما حسابداری ما در ایران هستن، ایشون ثبت نام انجام میدن، اعلام میکنن به ما در امریکا که این فرد ثبت نام کرده و علاقمنده که این محصولات به دستش برسه. بعد قبلا من با این آدم مشاوره کردم، پرونده داره پلوی ما، اینجا پرونده تشکیل شده، بر اساس اون پرونده میدونیم برای چی کار باید بکنیم، بله، چی باید براش بفرستیم، خانم دکتر مشاورش میکنه، اون کارش میکنه، اونجا انجام میشه و بعد بسته حرکت میکنه. بعد که به ایران به دست اون فرد میرسه، اون فرد میتونه با من تماس بگیره، شما رو مستقیم من داره، میتونه با همون مسئولینی که تو ایران هستن تماس بگیره و اینا خیلی مدون و منظم. واقعا هم بچه های گروه 24 ساعته تلاش میکنن، بله، بدون وقفه. شما میدونید خیلی کارهای جانبی هم در این کارها هست، 100%. مثلا این سری باید اینا هزینه هایی رو پرداخت کنن، حساب هایی از بعد انجام بدن، اطلاعات حساب رو برای من بفرستن، همینطوره کارهای مختلف اداری رو همه منظم انجام درسته. میشه و خدا رو شو هم راضی هستن مردم، خدا رو کار منظم داره انجام میشه. یه مدتی ما خیلی عقب بودیم چون تعداد خیلی زیاد بود، خدا رو شکر در این ایام ای چون رفتن سفر یه ذره ما تونستیم استراحت کنیم، بازسازی کنیم خودمون بله، رو بله. و الان دقیقا میتونم بگم که ما به روز هستیم، یعنی کسانی که زنگ میزنن حتی اکثر یک ماه بعد این محصولات دستشون میرسه و میتونن از اون استفاده بکنن. من یه مطلبی رو که باید اینجا بگم اینه که الان استمرژین عوض شده، جدید شده، بله، استمرژین جدید ما در اختیارشون میذاریم، ولی مسئله که وجود داره اینه که با توجه به اینکه ارسال داروی جانبی از اینجا، داروی جانبی مثلا فرض کنید جنسینگ، فیش اویل، چیزایی که همه جای دنیا هست، ایران هم هست، که از امریکا میاد، بله، ما اینها رو پیشنهاد میکنیم توی نامه‌ای که جدیدن از سال جدید به مریض دادیم که کاری که ما میکنیم اینه که این ماده اصلی استمرژین یا سلول بنیادی رو به دستتون برسیم. درست. شما لطف کنید اینها رو از داخل ایران یا خودتون تهیه کنید که ما میگیم از کجا میتونید تهیه کنید، بله، یا اینکه اگر نمیتونید تهیه کنید باز میسپرید همه آقای علی خانی خانم کریم همین بچه‌ای که هستن، بله، اینها براتون تهیه میکنم و در اختیارتون میذارم، بله، چون اصل کار ما از سلولای بنیادیه که در دنیا این وجود نداره، ما تمام فوکوسمون رو اون گذاشتیم. درست. از این مسئله بگذاریم بریم به سراغ چند دقیقه آخر راجع به سمینار صحبت بکنم. بله، بالاخره تصمیم، بله، برای این شد که امسال در تابستان یک سمیناری در گرجستان بگذاریم. بله بله، بله. بعد از این همه وقفه. گرفتاری و وقفه و مسائلی که به هر بله خیلی زیاد، بله، خب خیلی از عزیزان هستن، من بگم تفریح بهشون هم سلام بکنم، یه عزیزی هست که من دیدم اصلا برای ایشون هم شده من باید این کار رو بکنم. یه انسان فوق العاده نازنینیه، اسمشون هم میبرم، به نام آقای آل رسول، بله، اصلا خیلی مشهوری هم هست و خیلی با خدا و با ایمان در مشهد زندگی میکنه. بله بله. جناب آقای آل رسول شاید ماهی نباشه که زنگ نزنن از اون موقعی که من آخرین سمینار رفتم که دکتر پس کی شما سمینار دید؟ من میخوام جزو مشتریان پرباغورس این سمینار هست، یعنی از زمان 8 سال پیش که من سمینار اولم شروع شد ایشون تو تمام این سمینار رو اومده بدون استثناء، بله، بله، حالا دبی بوده، ترکیه بوده، جای دیگه هر جا بوده، خودشون جزء مریضای شما بوده. بله 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 بله، الان خیلی خوبه، ولی خب دوست داره دیگه، بله، میگه مثلا دوست دارم سمینار، همیشه خانوادگی میان، یعنی وقتی ایشون میاد مثلا یه تیم 10 نفره میاد. بله بله. به همین خاطر من در مورد سمینار یکی دو تا مطلب قبل از اینکه حالا ما تبلیغات راجع به سمینار، مطالب سمینار، آگهی مخصوصش که شما زحمتشو میکشید انجام خواهیم داد در آینده، چون الان 3-4 ماه وقته،
ولی من یه مقدمتاً یه چیزی رو بگم که از الان آمادگی داشته باشن انسان. ببینید این سمینار برخلاف سمینارهای قبلی فقط من نیستم که صحبت میکنم. بله بله. در این سمینار خود آقای دکتر دراپا حضور دارن. خوب چقدر که ماه آینده اپریل تشریف میارن اینجا. بله. یه ماه دیگه خودشون میان اینجا با بیننده ها صحبت میکنن. امید خدا. آقای دکتر دراپا بعد برای اولین بار به چیزی که خیلی جالبه برای عزیزان بگم که سورپرایز خواهند شد، چند تا از همکاران ما چه از ایران چه از امریکا در این سمینار شرکت دارن. متخصصین مغز و اعصاب، متخصصین داخلی، آنکولوژیست، متخصصین زیبایی پوست، اینا هستن. چه در امریکا چه در ایران. یعنی واقعا این سمینار 5-6 تا متخصص پزشک متخصص هستن که هر کدوم میان در مورد کار خودشون و اثرگذاری سلول‌های بنیادی در این زمینه و اطلاعاتی که راجع به سلول‌های بنیادی در رشته کارشون دارن صحبت می‌کنن. بله بله. یه سمینار بسیار مفصلی. بله. طبق معمول مثل همه سمینارهای گذشته من این سمینار رایگانه. بله. هیچ هزینه کسی پرداخت نمی‌کنه. برای وارد شدن و گوش کردن بله. به مطالب. سمینار هیچ کسی هزینه نمی‌کنه. اما چیزی که وجود داره با جامون محدوده. درست. شما دیگه استادیوم آزادی رو که نمیخوایم بگیریم در تهران که فوقش یه هتل نیست مثلا 200 تا 300 تا جا داره، کانفرنس رومه. تا اونجا که من اطلاع دارم یعنی حس میکنم استقبال بیش از حد خواهد بود. برای همین ما این برنامه رو میخوایم بذاریم، به زودی هم اعلام میکنیم، شماره تلفنی رو اعلام میکنیم که عزیزان کافیه در ایران، چون همه دیگه استاد این تکست و پیامک و اینا شدن، بله، باید یک حته عکس خودشون رو و اسم و فامیلشون که زیر عکس نوشته بشه تکس کنن به اون فردی که ما در ایران معرفی میکنیم بشه. بله. اون فرد کارش اینه که تمام اینا رو کامپیوترایز میکنه، مشخص میکنه. ما این در امسال مثل سال قبل دفعه قبل باید کارت شناسایی صادر میکنیم برای هر کسی که میخواد تو این سمینار شرکت کنه با عکس خودش، با عکس خودش، یعنی به اصطلاح یه پگی تهیه میکنیم که روی این پگی که آویزون میکنن به گردن یا رو سینه‌شون هست نوشته شده مثلا عکس شهریار وزیری تبار، زیرش هم نوشته شده موضوعات سمینار هم نوشته شده. بله بله. چرا؟ برای اینکه اینقدر ازدحام زیاد خواهد بود. بله. تعداد مراجعشون به ایران خیلی نزدیک، از ایران خیلی میان، خیلی از خود گرجستان، برای که زبانشون فارسیه. درسته. خب چندین متخصص ما داریم دعوت میکنیم، پس بهتر بسیار شلوغ خواهد بود و خب حج هزینه هم که نداره. بله. ولی درست هزینه نداره، ولی ورود به سمینار نیاز به پچ مخصوص داره، نیاز به اون به اصطلاح کارت شناسایی داره. بله. بدون اون کارت شناسایی کسی نمیتونه وارد فضای سمینار بشه. بله. به این خاطر ما از قبل داریم اعلام میکنیم خودشون آماده کنن. مثلا فرض کنید آقای آل رسول که گفتم دوست عزیز ما، مثلا ایشون همیشه 7-8-10 نفره میاد. بله. باید دونه دونه عکس مشخصات، عکس مشخصات ارسال. بله. بشه که ما برای اینو برای همشون کارت صادر میکنیم. بله. که وقت اون وقت این از نظر ورود به سمینار. درست. از نظر اومدن به تفلیس گرجستان طبق معمول زحمتش رو گردن به اصطلاح ترابل نتورک گذاشتیم. بله. که زحمت میکشن یه به ما یه دیلای خیلی خوبی رو معرفی میکنن. بله. و بسیار ارزان قیمت که ارزانی که میخوان بیان اونجا. چطوری بیان؟ با چه وسیله بیان؟ بله. چه از تهران چه از شهرستان ها تورهایی میذارن، تور 3-5 روزه که هم شرکت در این سمیناره و هم گردشه در شهره. بله بله. یعنی اونا هم جز تورشون هست، بهترین هتل ها هست با نازلترین قیمت، با بهترین پرواز. اینها رو همه رو ما در آینده اعلام میکنیم. بله بله. خواستم مردم بدونن ما چه کار میخوایم بکنیم. ولی تقریبا 2.5-3 ماه مونده به تاریخ موعود که احتمالا اواسط تیر ماه قاعد شد. بله. اواسط تیر قاعد بود. ما از قبلش یعنی از اردیبهشت ما اعلام میکنیم از 20 روز دیگه، شاید هم از هفته دیگه هفته بعد. بستگی داره که عزیزانی که دارن در این زمینه کار میکنن کی این پکیج کامل کنن، کامل کنن، آماده باشه که ما بتونیم اعلام بکنیم که فرض بکنید مثلا به هتل بیاید با هواپیما رفت و برگشت همه اینا چقدر هزینه شه. درست. که افرادی که در ایران هستن دیگه نرن دنبال بلیط بگردن این بگردن. چیزی که ما از ترابل نتورک انتظار داریم و الان هم من دارم بهشون اعلام میکنم به ترابل نتورک و مطمئنم هستم
لطف در مورد ما خواهند کرد اینه که سعی بکنن کمترین هزینه رو بگیرن. یعنی من میخوام طوری باشه که تراول نتورک وقتی یه توری رو میذاره، بله، این تور از تور داخل ایران مرزونتر باشه انشاءالله، مردم به راحتی بتونن به این سفر بیان، در این سمینار شرکت بکنن. زمان خوبیه، تیر ماه، میدونید گرجستان هم یه آب هوای اروپای شرقی دیگه معتدلی، بله، داره و هوا خیلی خوبی خواهد داشت در تابستان. فقط کسانی که بخوان شخصا پرونده هاشون رو بدن و مشاوره بکنن اون رو بعدن اعلام میکنید که به چه طریقه. بله بله، بعد ما یه ملاقات حضوری داریم که اون چیز جداییست که اونم اعلام خواهیم کرد. بله بله، که فرد قبلا اسمش میده، موضوع رو میگه، مثلا میگه من میخوام ملاقات خصوصی یا حضوری با دکتر وزیری تبار و دراپا و این متخصصین داشته باشم. بله، که ما بله، گروه متخصصینمون در یک سالونی در اتاقی هستن که اون عزیز میاد و ما میتونیم باهاش مشاوره بکنیم. بله، مدارک پزشکیشون رو دوست دارم بیارم اینا رو همه رو حالا در برنامه‌های بعدی دونه به دونه من خواهم گفت. بسیار عالی، یک دنیا ممنونم از توضیحاتتون. اگه مطلب دیگه ای نمونده، نه دیگه، حالا مطالب دیگه از هفته‌های دیگه، از هفته‌های بعد. با تشکر از آقای دکتر وزیری تبار، به اتفاق ایشون با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.